بچه ها سلام، امیدوارم که درس ایهام و ایهام تناسب رو خوب یاد بگیرید. ایهام و ایهام تناسب جزء لاینفک شعر پارسی است. ایهام در خانش بیت، در فهم بیت، چه دوگانه خانیش چه در فهمش، انسان رو به تردید میافکنه، به گمان میافکنه. ما باید ایهام رو، استعاره رو خوب یاد بگیریم تا بتونیم ببینیم استادان سخن چه گفتن و چه میخواستن بگوین، اما بتونیم برداشتی درست و بایسته از سخنان آنها داشته باشیم. بچه‌ها رسیدیم به درس 9، اغراق ایهام و ایهام اغراق ایهام و ایهام تناسب. اغراقش که مهم نیست، یعنی سخت نیست برای شما، سخت باشه این دوتاست. حالا ببینیم چیه. اغراق در لغت به معنای سخت کشیدن کمان است. اینو ممکنه یه وقت بهتون تست بدن، سخت کشیدن کمان است. برای اصطلاح بدی زیاده روی در توصیف یا مرد یا زن را گویند، چنان که از حد معمول بگذرد و برای شنونده شگفت انگیز و زیبا باشد، و به عبارت دیگر بازنمود دیگرگونه مفاهیم، بازنمود دیگرگونه مفاهیم و موضوعات سخن است، به صورتی که معانی خود را بزرگ گرداند و معانی بزرگ را خرد بنماید تا تأثیر سخن را بیشتر کند. به کردار افسانه از هر کسی، شنیدم همی داستانت بسی، به تنهایی که گور بریان کنی، هوا رو به شمشیر گریان کنی. معلوم اغراقش دیگه. برهنه چو تیغ تو بیند عقاب، نیارد به نخجیر کردن شتاب. شمشیر تو رو ببینه فرار میکنه. نشان کمند تو دارد دژبر، شیر ز بیم سنان تون بارد ابر. خب معلوم اغراق داره دیگه. اغراقا از همین ستا معلومه که چیه. زیاده در توصیف شجاعت و قدرت رستم از زبان تهمینه موجب زیبایی آفرینی و موسیقی معنوی در این ابیات شده است، به گونه ای که بزرگ نمایی تصویری زیبا در ذهن شنونده و خواننده ایجاد می‌کند و تصویر آفرینی حماسه را در این ابیات به اوج می‌رساند. اغراق مناسب ترین آرایه برای تصویر آفرینی در حماسه است. بنابراین در شاهنامه و آثار حماسی دیگر از آن بسیار استفاده شده است. بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران. خب این که نمیشه که سنگ ناله خیز در روز وداع، یا این هم که نمیشه. سعدی با بزرگ نمایی در توصیف روز وداع یار اوج احساسات و عواطف سرشار درونی خود را نشان میدهد. دلم گرفته از این روزها، دلم تنگ است، میان ما و رسیدن هزار فرسنگ است. اینم باز اغراق. میشناسمت، چشمهای تو میزبان آفتاب، صبح سبز باغ هاست. میشناسمت که خب این چو رامین گهگهی بنواختی چنگ، ز شادی بر سر آب آمدی سنگ. وقتی رامین چنگ میزد سنگای تو رودخونه میافتاد میپریدن میدن بالا، بر سر آمدی. معلومه که دیگه سخت نیست. اما ایهام، ایهام خیلی کسا دست به دواوین استادان و شاعران گذشته میزنن، اما اگه ایهام بلد نباشن، اگه استعاره بلد نباشن، پیادن این کار رو خوب نمیتونن، اون دیوان رو نمیتونن خوب بفهمن، اون شعر رو نمیشه خوب درک کرد مقصودش چیه. ایهام یعنی به وهم افکندن. در لغت به معنی در وهم و گمان افکندن است و در اصطلاح بدی آوردن واژه یا عبارت در سخن با دو یا چند معنا که معمولاً بیت با تمامی معنا پذیرفتنی است، با تمام معانی پذیرفتنی و دارای ارزش است. دریافت همزمان چند معنا از یک واژه یا یک عبارت در کلام تصویری زیبا در ذهن خواننده یا شنونده ایجاد می‌کند و سبب زیبایی کلام است. بی مهر و رخد روز مرا نور نمانده است، و از اوم مرا جز شب دیجور. مهر میشه خورشید، محبت، درست شد؟ مهر نیچی خورشید و محبت. واژه مهر ایهام دارد، دارم دو معنی به کار بده، یکی در معنای محبت و دوم در معنای خورشید، و چنان مشاهده میشود بید با هر دو معنی قابل درک و دریافت است.
در ایهام ذهن با اندکی تأمل هر دو معنی را کشف می‌کند و به همین موضوع سبب زیبا آفرینی و لذت خواننده می‌شود. خانه زندان است و تنهایی زلال، هر که چون سعدی گلستان. گلستان، کتاب گلستان و باغ. گلستان ایهام دارد، دو معنی ایجاد می‌کند، یکی باغ و گلزار، دیگری کتاب گلستان. توجه، زمانی می‌توانیم آرای ایهام را دریابیم که با معانی مختلف واژه آشنا باشیم. اگر بچه ها شما بانک واژه های دو معنای ذهنتون زیاد نباشه، بسامدش زیاد نباشه، شما در یافتن ایهام پیاده اید، کاری ازتون بر نمیاد، بلد نیستید، بال میزنید، دست و پا میزنید. اگر سنت اوست نوآوری، نگاهی هم از نو به سنت. این نو یعنی چی؟ این شعر نو، نو یعنی دوباره، پس از نو یعنی دوباره و چی؟ شعر نو که قالبش به گفته اینجا. چون جام شفق موج زند خون به دل من، با این همه دور از تو مرا چهره زردیست. خب اینجا باز ایهاما رو آورده. دور از تو یکی دعای دور از تو باشه، یکی هم مسافته، یکی دعا یکی مسافت. خب یا مثلا مصرع بالایی نکن، فرصت در یافتیان عهد فراموش مکن. عهد یعنی چی؟ پیمان و چی؟ دوره. عهد، پیمان و دوره. این دور از تو دو تا معنی داره، یکی دور از تو باشه دعا میکنیم، یکی هم از لحاظ مکانی داره بیان میکن. ایهام تناسب، آوردن واژه‌ای است با دو معنا که یک معنای مورد نظر و پذیرفتنی است و معنای دیگران مورد نظر نیست، با بعضی‌ها تناسب داشته باشه. روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد. این تفسیر رو نگاه کنید با این آیت. آیت یعنی نشانه، آیت یعنی آیه قرآن، با تفسیر ایهام تناسب داره که اینجا همینو گفته. آیت در این بیت به معنی نشانه است، معنی دیگری آن آیت که در این معنی با واژه تفسیر تناسب دارد. این آره شاعرانه را که در آن ذهن به تلاش و تکاپو میافتد تا معنی درست واژه را دریابد، ایهام تناسب. گر هزار است بلبل این باغ، همه را نغمه و هزار عدد بلبل. صاحب در این بیت هزار همون هزار عدد را آورد و معنی دیگر بلبل را ذکر کرد، با نغمه و ترانه اون ارتباط. یک روز که خسرو زنگ قرآن در شهناز شوری به پا کرده بود، مدیر مدرسه آواز خسرو را شنید. شور موسیقی، اون هیجان با شهناز ایهام تناسب دارد. چنان سایه گسترد بر عالمی که زالی نیندیشد. زال میگیم پیر زن یا هم پیر موسفید، پدر رستم، با رستم ایهام تناسب. پرستش به مستیست در کیش مهر، خود کیش مهر اضافه تشبیهی، مهر محبت آیین با کیش، حتی با پرستش. یه بار دیگه، کیش مهر که اضافه تشبیهیست، مهر میشه محبت، مهر میشه چی؟ میترائیسم، خورشید، حالا هرچی، با کیش که ارتباط داره، با پرستش هم باز ارتباط داره، میشه ایهام تناسب. خود ارزیابی که اینجا خود ارزیابیش چیزی نیست، راحته. خب به گفته عشق شیرین بر تو چون است، عشق شیرین معلومه. چون شبنم افتاده بودم پیش آفتاب، افتاده بودن بعد آفتاب استاره باشد معشوق. مهر ایهام تناسب داشته باشه با ایو که نام ستاره است، درست شد. و خود آفتاب اینجا، خود مهر ایهام تناسب، چه افتادادن ایهام، پس مهر ایهام تناسب با ایوب با آفتاب، بعد افتاده بودنم تواضع و فروتنی و واقعا افتاده. عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده، بجز از عشق تو باقی همه فانی دانست. باقی یعنی که باقی مانده است، باقی میماند، پس باقی مانده باقی میماند. حواستون باشه به ایهام زیباش که باقی یعنی تنها چیزی که باقی است خداست و باقی مانده، درست شد، بقیه و
همه فانی هم که فانی. نگران ایستاده، نگران با من، نگران این مضطرب یا چی؟ نگاه کننده، نگرنده. خب دیگه خیلی راحت بود، چیزی نبود که من براتون حل کنم، یعنی حل شده است، نمیخوام حل کنم، ولی همین تذکر میدم که شما هم تو بازی باشید. گر برگ گل سرخ کنی پیرهنش را، گر برگ گل سرخ کنی پیرهنش را، از نازکی آزار رساند بدنش را. اینقدر بدن مشروع نازک آزار میرسه. آن فرومایه هزار من سنگ برمیدارد، که خب این که یه منش برداره. حالا از خون و گل و شکوفه تابوت شهید، بر موج بلند دست ها رنگین است. درست شد؟ اینم حالا گفته اختیارات وزنی بیت رو پیدا کنید، بیت علاوه قلمرو فکری که شهید و توجه به شهید و آرمانگرایی و دیگه بگم چیزهای معانی جدید و احترام به شهید و اینا توش هست. حالا اونا گفتم همه رو، الان خیلی مختصر داریم با هم میریم. خب بیتایی که ایهام و ایام و تناسب داره میخوام براتون بخونم و آرایه های ایهام و ایهام تناسب براتون بگم. اغراق و کاری باش ندارم، خودتون دنبالش برید. به راستی که نه هم بازی تو بودم من، تو شوخ دیده مگس بین که میکند بازی. بازی یعنی ادعای باز داره، بازی کردن. برو طواف دلی کن که کعبه مخفی است، که آن خلیل بنا کرد و این خدا خود ساخت. مخفی، مخفی هم معنی پنهان میده، هم تخلص زیب النساء رو داره. در راه تو حافظ چو قلم کرد ز سر پا، قلم کردن هم شکستن هم قلم درست کردن، قلم خود قلم. چون نامه چرا یک دمش از لطف نخوانی؟ خواندن یکی تعارف کردن و اینها باشه، دعوت کردنشون، یکم با لطف و مهربانی اون نامه رو بخونی. گفتم غم تو دارم، گفت و غمت سرایت، گفتم که ماه من شو، گفت و اگر برایت، برایت بشود طلوع کند. دی میشد و گفتم سنما عهد به جا یار، گفت و غلطی خواجه در این عهد وفا نیست. عهد پیمان، دوره، حواستون باشه. امید هست که روی ملال در نکشد از این سخن، که گلستان نجای دلتنگی است. گلستان کتاب و باغ. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان. میان گریه میخندم که چون شمع اندر این مجلس زبان آتشینم هست، لیکن در نمیگیرد. آتش نمیگیره، اثر نمیکنه، در نمیگیرد. جان ریخته شد با تو، آمیخته شد با تو، چون بوی تو دارد بو ایهام داره، آرزو رایه. چشمه خورشید تو عیسای گه بید منم، چون که زدی بر سر من پست و گدازنده شدم. خب پست و گدازنده شدم. زدی یکی سر زدن، طلوع کردن، یکی هم همون زدن و تنبیه کردن و داریم. اینم از این. در سخن مخفی شدم مانند بو در برگ گل، هر که خواهد دیدنم گو در سخن بیند مرا. خب میشه چی؟ مخفی. کلمه مخفی که اون پنهانه و تخلص. ای بروی تو عالمی نگران، خب نگران مضطرب و نگاه کننده. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام مدام پیوسته شراب. خب خانه زندان است و تنهایی زلال، هر که چون سعدی گلستانیش نیست. گلستان باغ و کتاب گلستان. خب با زلف و رخت مست مدامیم شب و روز، خب مدام پیوسته شراب. خب دیگه نرگس مست نوازشگر مردم دارش، خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد. خب مردم دار، مردمک دار دیگه، با مردم خوب رفتار میکنه ایهام.
کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود رود رودخانه وسیله موسیقی. دیدم آن چشم دل سیاه، دل سیاه مرکز چشم سیاه سخت دل. ما همین هفته برون رفت و به چشمم سالی سال هجران، تو چه دانی که چه مشکل حالیست. ما استاره از معشوقه و ما هم اون معنیو داره، معنی دومش پس یک ما استاره از معشوق، معنی دیگرش هم اون ماه آسمانه که با هفته و سال یا هم تناسب پیدا میکنه. مورد بعد، چشم تو اگر خون دلم ریخ عجب نیست، او را چه توان گفت که او مست مدام است. مدام ما نکو دانیم طور حسن دور افتاده دوست، قرب ارزانی به مشتاقی که دوراندیش. دوراندیش به فکر دور شدن عاقبت نگه. کیست تا حافظ ننوشد؟ اینو براتون تکراریه گفتم. یک کلمه دیگه من میخوام اینو گیرش بیارم، خب بگذاریم. به بوی زلف تو از نو جوان شوم هر بار، هزار بار تنم گرز قصه پیر شود بو گر به بوی تو. باز همینطور، حالا این بو با اینا رو نگاه کنید چی در میاد. آیا این داره؟ به گوشش ناله بلبل خوش آمد، به چشمش رنگ و بوی گل خوش آمد. نه آقا، این بوی گله. نه این نه. مورد بعدی، تنم از واسطه دوری دلبر بگداخ، جانم از آتش مهر جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. مهر ایهام داره، محبت. درست شد؟ خورشید به خوابگاه قدم گز هزار سال، به خسبم به خواب عافیتان گه به بوی موی بو. غرق خون بود دو نمی مرد ز حسرت فرهاد، خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم. شیرین، شیرین و مزه و معشوقه. خب تو هم ای بادی پیمای محبت چون من، سر راحت ننهادی به سر بالینی. بادی محبت اضافه تشبیهی بادی پیمای محبت. بادی پیما، بادیه، حواستون باشه، پیاله، صحرا، پیما خوردن و نوشیدن، پیمودن و نوشیدن، تهی کردن و نوشیدن. نه محزون مگر از تربت فرهاد دمید، که کند شکوه ز هجران لب شیرینی. خب اینم هم همینطور. مورد بعد، خب مورد بعد، نه محزون، آینه خوندم، حالا ابدن داره. نه محزون مگر از تربت فرهاد دمید، که کند شکوه ز هجران لب شیری. معشوقه خودم که گفتیم هیچی. زاسمان بگذرم هر بر منت افتد نظری، ذره تا مهر نبیند به سریا. مهر که میشه چی؟ محبت و دیگه چی؟ خورشید. خب این هم از این. یه چیزی میخواستم اینجا به ذهنم اومد، میخواستم ببینم براتون بگم. دمید رو نگاه کنید. دمید یعنی فوت که روید. دمید، فوت که روید، بعد با نه اونها میشود، با لب و اینها میتونیم اینها تناسب بگیر. خب گر قلب دلم رانه نهد دوست عیاری، من نقد روان در دمش از دیده شمارم. قلب ایهام داره، تقلبی، قلب انسان. درست شد؟ چون وقت عیار و اینها میشه ارزشیه با اون که قلب نه، پول تقلبی. درست شد؟ از اون طرف هم گفتیم چی؟ یک قلب انسان. مورد بعدی،
هنر بیار و زبان آوری مکن سعدی، چه حاجت است که شیرین که گوید شکر که شیرینم. شکر اسم زن خسرو پرویز، شیرین معشوقشه، دو تا رو با هم ارتباط بدیم میشه یام تناسب. مدام هم مس می‌دارد نسیم جدگی سوجت، خرابم می‌کند هر دم فری به چشم جادویت. مدام با مست زهره سازی خوش نمی‌سازد مگر عودش بسوخت. عود یکی عود چوبه می‌سوزه، یکی عود وسیله با زهره. در مورد این عبارت هم من یه خود شک دارم ولی می‌خونم براتون. چشم چپ خیشتن برآرم تا روی نبیندت به جز راست. اینجا ایهام داره، راست یعنی چشم راست درست. خب از دامن شیرین دهنان دست کشیدم تا بر سر من شور تمنای تو افتد. شور میشه چی؟ قوقا. شور با شیرین ارتباط مزن اینا. ای ماه دو هفته رفتی و هست مرا روزی چو شبی شبی چو سالی بی تو. ماه گفتیم ماه واقعی استعاره از معشوق و سال و شب و اینها دیگه. گر خرامی یک رز خانه برون خوب رویان بر رخت گردند مات. مات یعنی چی؟ یعنی محو تو میشن و از اون طرف هم چی میشن؟ از بین میرن. درست شد؟ اصطلاح شطرنجی هم که داریم. درست. اینم از این. دیگه چی براتون بگم عزیزان من؟ خب صاحب مدد خلق نمودیم به همت در ظاهر اگر مالک دینار. مالک دینار اسم یک عارف، صاحب پول دیهان. هنر بیار و زبان آوری من اینکه خوندم براتون. مدام هم مست از اسب پیاده شو بر نطع زمین رخنه، زیر پی پیلش بین شهمات شده نومان. اسب و نطع و رخ و پیل و مات و اینا همشون ایهام تناسب با هم دارن، در اینه که واقعی شطرنج واقعیاشون اسب شطرنجیش واقعیش پیاده. و خب بریم یه بیت دیگه بخونیم ببینیم تکراری نباشه. ای دمد عیسی دم از دوری نزن، من غلام آن که دوراندیش گفتم به فکر دور شدن و عاقبت نگر اینو گفته بودم. تنم چمو شد از عشق و خرمم آری که هیچ فرق میان من و میان تو نیست. خب اینجا فرق رو نگاه کنید، یکی تفاوته یکی فرق سره، یکی تفاوته یکی فرق سره. حواستون باشه به این کلمه. دیده حدیقه است، دیده حدیقه است سنایی که اندرو منظوم گشت مثنوی آبدار چشم. خب حدیقه اسم کتاب سنایی باق. خب اینا تکراریه نخواستم بگم. درسته. روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ماست. آیت آیه نشانه با تفسیر یام تناسب. مدام مست و که یام تناسبشو گفتیم. میان گریه میخندم که چون شمع اندر این مجلس، زبان آتشین هم هستی که در نمیگیرد اثر نمی کند و آتش نمیگیرد. خب دلی که جز رخ و زلف تو بازدش شطرنج، به هر طرف که نهد رخ به غیر مات مباد. خب رخ و دیگه زلف و شطرنج و مات و اینا ایام تناسبش هست. ما همین هفته برون رفت و مه دو هفته در این یک دو روز خواهم دید که کس نبیند از آن ماه در هزاران سال. مه دو هفته استعاره از یار باشه، از اون طرف هم ماه واقعی باشه، بعد
روز و سال و اینا. خب نارم گفتم. در پایان متذکر این میشوم که ایهام تناسب، استعاره، مجاز، اسلوب، پست تحلیل، پارادوکس، اینها رو حسامیزی، مجاز، اینها رو باید بدونید. نه اینکه علمی یاد بگیرید، مهارت باید کسب کنید. باید اینا ملکه ذهنتون بشه. من میخوام الان مثلا به شما ایهام یاد بدم. ایهام کلمه دارای دو معنی، تمام شد. این تعریفش. حالا شما بگردید بیارید ببینید. مثلا گیر آوردنی هست، شکار کردنی هست. این برای شما مثلا میتونید درک کنید من چی گفتم. بچه های عزیز، یه سری کلمات ایهامی براتون گفتم، یه سری ابیات براتون گفتم، ایهام تناسبی براتون گفتم. خواستم اینها رو شما با تلاش، با کوشش، با پیگیری اینها رو ملکه ذهنتون کنید. فقط همینو میخوام بگم. تمرین کنید، خواهشاً تمرین کنید. ادبیات درست زبان مادریتونه ولی راحت نیست. ادبیات به همون مقدار که دروس دیگه برای شما سنگ جلو پاتون میندازه، این هم همونه براتون دشوار خواهد بود. سنگ جلو پایتون میندازه. نگید خیلی راحته. بچه ها، من سعیم بر اینه که درس رو به صورت مستوفا کامل صفر تا صدش رو برای شما بگم، بذارم جلوی شما. شما باید تمرین کنید، شما باید مهارت کسب کنید. کتاب با یه بیت، با دو بیت شما رو آشنا کرده. من با 20 بیت، 30 بیت، 100 بیت، 200 بیت اینا رو برای شما میارم. خواهشم از شماست، تقاضا دارم از شما که اینا رو ممارست کنید، تمرین کنید، حل کنید تا به اون مهارت استفاده از وقت در زمان کنکور برسید. ما اون موقع به دردمون میخوریم. ما میخوایم زمان برای شما بخریم.